نو، زندگی نو. درامه رادیویی بی بی سی. جانداد در دهلیز کلینیک در حالت انتظار نشسته بود. او دختر خود زرغونه را که سخت مریض بود به کلینیک آورده و در اتاق عاجل تحت مراقبت و معاینه دکتر بود. وقتی دکتر از اتاق عاجل بیرون شد، بعد جانداد گفت که می تواند دخترش را ببیند. جانداد داخل اتاق عاجل رفت و به زرغونه دخترش گفت که مریضی او وی را خیلی ترسانده است. اکنون می داند که چقدر زرغونه را دوست دارد. جانداد خیلی پشیمان بود که همیشه بین دختر و پسر خود فرق قائل می شد. با امید پسرش زیاد توجه داشت و نوازشش می کرد، ولی به زرغونه آنقدر توجه نداشت. حال در درامه می شنویم که غفار و گلمکه با هم در چه مورد بحث دارند. گلمکی؟ او گلمکی کجا هستی؟ ای نه، در خانه پیش زینب هستم. غفار، چیزی میگفتی؟ سودا آوردیم، میخواستم امور را بخشت تسلیم کنم. خی از خیرت کده، سودا را گرفته بیار خانه. چرا که زینب تناست، اگه ما برایم خود در کدام چیزی اوگار نکنه. صحیح، ای نه، آمدم. اوه، زینب دختر امروز نام خدا چقدر خوب و خوشحال معلوم میشه. او قند آقایش تی بیا ادامی بغلم که پشت دخ شدیم. او چگر گوشه من همی که در بغل میگیرمت یک تکم ماندگی و زلگی مبرای. حال نظرش نکنی که خدای ناکده ناجور نشه. گپ تام بجای از گل مکی. خدا از نظر بد نگاهش کنه. خب دیگه اولاد است، خام خواه شیرینی میکنه. اوه، در بین ازی خلطه خود دکه کالای زنانه است. ای چقدر خوبش است. غفار، ایره با کی آوردی؟ با تو آوردیم که بخشت بدوزی و بپوشی. عجب است، آل خونه ای دست و نه کدام توی و تللای. چی گفته بر ما تکه آوردی؟ پشتی ای گفا نگه. هر وقتی که ما و تو خوش باشیم بخش ما همه چیز است. کدام خوشی غفار؟ تو را یادت میره، مرا خو یادم نمیره. امیالام زخمای سرم تازه است. از امو بوده پیشت خجالت استم گل مکی. براستی که کار خوب نکدیم. چرتیم به جای نبود. ناک سر تو دست بالا کردم و دل تو را رنجاندم. خیره، مرا ببخش. ما خو نفهمیدم که چی ده دلت گشت کال از کردید پشیمان استی و از ما عذر میخوایی. خودگه چی بگم؟ چند وقت پیش هیچ مغزم صحیح کار نمیکرد. نمیفهم ناق بر ناق کلیم خراب میشد، با سر تو ظلم میکردم. میفهم که من ملامت هستم. مگم تو از خیرت کده بخشش کن. باز کاش که من ملامت ها میبودم. هیچ به هیچ سرم قلمقال میکدی تا روز رسید که سرم شکستاندی. حال کدام خوبی تیاد کنم که دلم بالا شه و کارایی که سرم کدی ببخشم. بخشت حضور میکنم گل مکی. خیر است، همو گذشته را هیچ یاد نکو، چرا که ما کار خوب نکردیم. همیال سخت پشیمان هستم. خودگه ما کتی تو چی بگویم؟ میگن گذشته را صلوات، آینده را احتیاط. بعد از این لوز است که اگر ما سرت به جای قار شدم، باز هر سنگی که سرم بار میکنی ما قبول دارم. مقصد حال مرا ببخش که بسیار عذاب میکشم. حالا که قوزر میکنی می بخشمت، مگم از پیشت زیاد گله دارم.
چرا که تنها سر ما ظلم نکدی؟ از دستی که غضب بودی هم ماشین خیاطی مرا هم ماشین خیاطی فاطمه بیچاره را خراب ساختی و مرا پیشمو خجالت خجالت کدی. میفهمم گل مکری، یک کرد بخشت گفتم که از نافامی و نادانیم بود. خیر باشه، انشالله کل کارا خوب میشه. خو خیر، گپت میگیرم. مگه مال نگفتی که کالا را سر چی بدوزم؟ ماشین خیاطیم خو خراب است. تشویش ماشین خیاطی را نگو، امی صبح بخیر بازار اولسوالی میبرم و بخشت جورش میکنم. مقصد تو خوش باشی، سیز؟ ماست و ماتفه از خیرت کرده در روزه را واس که فاطمه خور سعی این همی دستی در روزه را واس میکنم. از خیرت کرده یکم روشو کفته و تیز از سالاخ سرمه دردار. السلام علیکم ماتفه خور، مانده نشی؟ علیکم السلام. ایلا بیلا افته و از کدام صبر آمد که یاد ما غریبه را کدی؟ بدل ما باشه خوهر قاید نه. چی کنم که از دست جهات خانه هیچ برامده نمیتونم. امیالم به یک رقم خدا بیکار کدم و آمدم. روسی تو حالم این مرغ بیگی دولی ایلاکو که دستم شخ کرد. مرا بتی راستی این مرغ بخاطر چی آوردی آتفه خور؟ این مرغ بخاطر مریض پرسی دختره که سرگناه آوردم کلارش کنی و بخش شروع یخنی پخته کنی. زنده باشی، آجت آوردن مرغ نبود، امی که خودت آمدی برام دنیا را بخشیدی. راستی پیشو که خانه بریم یک پیالگک چای بخو که مانده و زله شدی. سعیز تو پیشو اینم از پشت دستم. راستی سرخونه کجاست؟ از پیش کده خوب شده یا نه؟ شکر خوب است، در خانه خو است. خیلی تو که از خانه نمیرم، چرا که زرخونه خو است نشه که نورامش کنم. خیلی بیا اینجا سر برنده بیشی، بیازم توشک تیار اوار است. دگه ای که اینجا یخ هم است، درخت سرش سایه کده. سعی سنوز خوب بوای بیرون یخ هست. راستی خاله رابیه گل شاپیره ای دگه اولاده چیال دارن؟ انشالله خوب هستن. آشکر کلشان خوب هستن. خاله رابیه گل بخشت سلام زیاد میگو. وعلیکم سلام. بیچاره ضعیف شده، پایاش درد میکنه، او حوصله نداره. اگنی پرسان زرگونه میامد. امی مرغ مامو بخاطر دخترکت روان کرد. خیر ببینه خانهش آباد. ما میگم خدا از سرتان سایش کم نکنه. آمین. راستی شنیدم که زرگونه دخترکت زیاد ناجوری سخت تیر کرد. شکر که بخی سرش تیر شد. زنده باشی. اگر راست بگویم یک شب و یک روز که تو زرگونگک در کلینیک تیر کردم اتوالش بد بود که هیچ پرسان نتو. هیچ امید زنده ماندنش نداشتم خوار جان. خدا رحم کرد که خوب شد. شکر که بخیر جور شد. گلوله خانه ایم آمده بود، درباره ناجوری زرگونه قصه کرد و بسیار جگر ما بال سوخت. میفهمم، هر جایی که دوستایم بود و شنیدن خفه شدن. خود اگه چی بگویی، ای بلا از دست پدرش جانداد سرم آمد. اگه نی زرگونگت به ای حال روز نمیرسید. خبر شدم، جانداد بیدر خوب نمیکنه. در کار ما بین دختر بچه خود فرق کرده بود. این تا به ای اندازه که در کلینیک بردن پیش دکتر ما بینشان فرق کرد تا که زرگونه را در کلینیک به بستر کردن رساندد. اما تو که میگی آتفه خور، مگه مال از گرده خود سخت پشیمان است؟ باید است که پشیمان شوه، کار خوب نمیکرد. دختر بچه از دوش مال خداست. هیچ کس نباید است که ما بین اولاد خود چی دوز داشتن باشه، چی دخوردنشان باشه، چی پوشیدن و علاجشان، نباید از که فرق کنه، گردنشان بسته میشه. راست میگی آتفه خور، گپت بجای است. باش که اول یک پیالگک چای بخشت بیارم، باز قصه خواد کدیم. سعید بیاز مام در خانه بعد از اینکه نان چاشت خوردم چای نخوردم، گفتم میرم پیش فاطمه میخورم. بسر چشم، امی دستی بخشت چای تیاردم کدگی دارم، بخشت میارم. بخیر ملا صاحب، خودت که ده نسیم قصه کده خودم سراییستین. ما و نسیم دباره لالباز گف میزده. ماشاءالله چی خوب تصادف نه که خودتان برابر شدی که یگان گفاره که تی خودتان شریک بسازیم. ملا صاحب راست میگه و پدر صدقه،
همی حال ما و ملا صاحب پریشان نیالداری لالباز بوده دمو باره گپ میزدیم اما بده خیریت باشه چی میگفتین؟ گپ از این قرار است که چند روز پیش لالباز به خاطر رویه نادرست و ظلمی که سر عیالداریش کرده بود در دفتر شورا خواسته بودیم که برش نصیحت کنیم و بفهمانیمش که از ظلم و ظالمی که خلاف شریعت و دین مبین اسلام است دز بکشه و اصلاح شود. خیر ببینی ملا صاحب، ما میگم خدا کمت نکنه، عجب کاری کردی. براستی ها مفده جوان، این اولش کریم بیادر خودم در تیالداری سرنده گپ جنگ دوا میکنه، از دستم این کار به رقمش کل ما در خانه کتیشون به عذاب استی. استغفرالله، خشونت سر زنا بسیار یک کار ناروا و دور از اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. باید از که هرچی زودتر جلوی این کار گرفته شود. کاش که دم ظلم و ظالمی گرفته شود، بسیار یک کار نیک میشه. بعد از یه هر کس که سر زنای خود ظلم میکنه، باید از که لالباز واری پیش کلانای قریه خواسته شود و از پیشش بازخواست شود. بسیار خوب میشه که دیگه هیچ کس دست ظلم سرشان بالا نکنه. سبحان الله، براستی هم اگه هر کس که سر خانواده خود ظلم کنه مورد بازپس قرار بگیره، انشالله که باعث خوشنودی الله جل جلاله میشه. براستی هم که ظلم بسیار یک کار بد است، خداوند ظلم خوش نداره و فدایت شوا. آلو ما در ای ایران است ملا صاحب، ای که خودت هم میگی که ظلم نارواست و اونه کت لالباز هم گب زدی، ای دیگه چرا هنوز هم موقات تلخ است و پریشان استی؟ استغفرالله خال آبده، پریشانی ما از درکی است که کسی که سر خانواده خود ظلم میکنه نباید است که در معذر آن مورد بازپرس قرار بگیره. اینه وفتا چه ها ملا صاحب، چی یقم بفتمانیمش که دیگه سر خانواده خود ظلم نکنه. نسیم راست میگه، خیلی چی رقم بفتمانیمش که از ظلم و ظالمی دست بکشه. جزاک الله، هر دویتان چو خوب سوال کردیم. در قدم اول که تیه رقم انسان ها باید است که بتنایی گب زده شود تا که قانع شوند. در غیر از او اتو نشه که خدای ناکده قار شوند و ظلمشان زیادتر شوند. کتی گفت مرون به تشویش انداختی ملاسب، اتو نشه که لالباز سرزن خود دیگرم ظلم کده باشه. استغفرالله، ما هم از امی درک پریشان استم خال آبده. شک نیست از ای که ما لالباز پیش مشرای قریه خواسته، ما مستقیم ازش دباره خشونتی که سر عیالداریش میکد پرس و پال کرده. از امی خاطر پریشان استم که خدای ناکده لط و کوب نکده باشه. هیچ شک نیست فدای چون، خامخوا گمان میکنه که عیالداری شیطانت کده. خیر باشه، شما تشویش نکنین، ما خانه لالباز میرم و اول عیالداریش میگیرم. جزاک الله خال آبده، در این کار تنها خودت میتونی ما را کمک کنی. زنده باشی ملا صاحب، خودت دیگه کلانای قریام خیر ببینین که به خاطر از بین بردن خشونت سرزنا تب و تلاش میکنین. خیر ببینی خال آبده، اگر راز بگویم من از درک رفتار نادرست لالباز زیاد به تشویش هستم. گپ ملا صاحب به جای اصف دای چوام، او روز من لالباز دیدم بسیار از رویه کلانای قریه ناراض بود. خانه نو، زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. وقت غفار سخنرانی ملای قریه را در مورد خشونت علیه زنان از نظر دین اسلام شنید، خیلی تغییر کرد. او که قبلا با خانمش گلمکه رویه درست نمی کرد، او را لط و کوب نموده دو دشنام می داد، اکنون احساس پشیمانی می کرد. از همین جهت در یکی از روزها برای گلمکه تکه لباس آورده بود.
ولی گلمکای از وای خیلی گله داشت، زیرا غفار ماشین خیاطی او را شکستانده بود و نمی دانست که لباسش را چگونه بدوزد. از سوی دیگر پردل به دیپایین رفته است و با سمندر روبرو می شود. این که با هم چه می گویند اکنون می شنویم. حضور آمد دل مرخ انداختی آروز تو قلاچم کده بودی کده موتر سکیلت او گل بیادر اتو خرامان کده کجا روانستی ما خود سمسایی در رایم روانستم تویت یاد که پردل قریب است که شمال موتر سکیلت تو ترم غلطیده بودم فقط سر مرغ هوایی شیشته باشی هیچ زمینه نمیبینی چطور نمیبینم او گل بیادر مگر نقضی ها تیز چلاندنم خوب نیست اگر از من میشتبی مدام پیاد که تیز نچلان خیر ببینی کاکا سمندر راستی هم که تیز چلانی کار خوب نیست عظمی بوده خمام دایم دیگ گیر میرم فکرت هست؟ اگر دیگ گیر میری یا دادو گیر میری من خود نمیفهمیم بیگه پاره خود که بخشت میگم که اگه احتیاط کنی هم جان خدا و هم جان یک آدم دیگر از کلان خطر و مصیبت نگاه میکنی آه گل بیادر احتیاط خو خامه خو خوب است آله نگفتی کاکا سمندر که کجا میری چی بگویو خرچ ما خو معلوم است اینه ای گل مالا و یام دست پناهیم در قریه سربند بخش گلکاری میرم او گل بیادر کل عمر دمی گلماله و گلکاری تیر کدی ما که میبینم بعد از این گلماله سرت گرنگی میکنه و حوصله این کار نداری این گپت خوشاییست عمرم دمی کار تیر شد و وسو توان و سابقم هم نمانده خدا توفیق بده حال خو من استاکار هستم شکر از شاگردا کار میکنن مگم بازم باید است که بالای سرشان باشم و با خبریشان کنم یارا خدا تو را خیر بده او گل بیادر من میگم اگه ددی بالا بوده یا که ددی پایان دکارت بیجوره استی فکرت است تو هم خیر ببینی و زنده باشی پردل هرچی که بوده از برکت شماست او گل بیادر خیمی که کارت خلاص کدی فکرت باشه که بخش موال بتی که مام یک چیز کار دارم کتت فکرت هست این کار خود سقهی معلوم نیست که چی قاید خلاص میشه مگم تو بگو که کار تو چی هست کار خود از خودم نیست گل بیادر مگم بازم از خود گفته میشه فکرت هست بچی همه مگه بشناسی آدم مالدار و پولدار است. خانه نو آباد میکنه او روز بخشم گفت که یک گلکار لایق بخشش پیدا کنم خیلی ترکست بهتر است که در تگ و دو یک گلکار لایق باشی سمندر استاد من خو بخشت گفتم که در کار گلکاری از تو کده کس لایق نیست فکرت است زنده باشی پردل ازی که مرا لایقی کار میدانی امی که کارم خلاشت بخیر از منی بخشت اول میتونم بیخ خاطر جمع باشه من میگم اینه تو گل بیادر خاطر ما را جمع بساز که بام اوجا دلجمی بتمشان فکرت هست خاطرت بیخی جمع باشه انشالله که امی کار بسر شوه ما خودم دستی که بخشت اول میتم خیتو از بودی امی کب کار دکان مانده و آمده بودی ای کار خوب بود او گل بیادر مگم در پولی ازی اصل کارم کت مجید بود کت مجید چی کار داشتی؟ اتمنی کار نجاریشم کت مجید گب میزدی؟ مگم بخش نجاری خانوز وقت زیاف است نه او گل بیادر او کار نیست مگم مجید در خانه نبود که میدیدمش یک دفعه خیلی بخش کار نجاری که نیست کت مجید دیگه چی کار داشتی؟ خیریت خواهد یک گپک هست دمی زودیا خبر خواد شدی فکرت هست ای چی گپ خواد بود خواهم یاده بخشم بگو
دیگهش گفته نمیتانم، ولی همه خبرت میگم که معامله خوشیست. خوب آه بخیر. اوی کاش که مرا میگفتی که در شستن ظرفا کدت کمک میشدم، یک جای میشستیم. تو که ظرف نیستی که تیم کمک شوی، این دستی که در خلاص میشه. خیر است، هر قدر که هست خون که دیگه شما بشویم. گفتم که نیست که تو امروز بزنی، همون چهار تا قاب دیگه مانده و بس. پروا نداره، اگه از اول میامدم باز نمیماندم در ظرف شستن. حالی هم هر قدر که مانده یک جای میشویم. ما خو میگم این سستای تسر نکو، بازم طاقتت نمیایه. حال خامدیم، از ایکی جستاده باشم بهتر همی است که ما هم دست بکار شوام تا که زود زود ظرفا جمع شوام. جمع میشه، تو تشویش نکو. ما میگم جان که جور باشه هر کار میشه. در نظرم یک رقم چورتی معلوم میشی شو که با خیریت خواست. اگر راست شبه بایم کل اوشو فکرم طرف بابایم است. میگه هر شو جانش داغ میایه و فکر میکنه که تاو داره. میفهمی؟ ما که میبینم سینهش هم زیاد خراب است، ساعت و گری صافه میکنه، بیخی لاغر شده. آه سیاف به عذاب است، خودش میگه که شوانه عرق میکنه و هیچ نمیتونه سر بانه و آرام خواه شوه. آه صدایش در اتاق ما هم میایه، بازدمی شوه صافیش بیخی زیاد شده. میفهمی؟ زنجفیل چایم زیاد خورده و دپولی و شربت سلفرم که سمیع الله بخشش آورده بود کلش خلاص کرد، مگه می هیچ فایده نکرد. شکیبا ما که طرف ناجوری خالی میبینم فکر نمی کنم که تنادمی دو تا زنجفیل و دوای خانگی جور شود. راست میگی، مام که میبینم و کمتون معلومات دارم، این دفعه ناجوری بابایم دیگر رقم است. از وضعیتش معلوم میشه که امکرت ناجوریش سخت است. چیزی که تو میگی ماما میرقم فکر میکنم، مگم خالیم خودش هیچ قبول نمیکنه و پیش دکتر نمیره. بابایم ناقشق میکنه که تی ناجوری بیپروایی نمیشه، چرا که عاقبت خوب نداره. آه گل خانم امیره میگه اگه ناجوری در مو اول تشخیص و تداوی نشه پس اون پیشرفته میشه، باز درمان کردنش هم سخت میشه. از امی بوده خوب فکرم گد و عدست، از یک سو ناجوری اوش کده، از طرف دیگه دو پای در یک موزه کده میگه پیش دکتر نمیرم. حال خالیم باید خودش هم فکر کنه، اگه ناجوریش ساده می بود تا بال وقت باید جور می شد. پریشانی خودش هم زیاد شده، میگه امکرت ناجوریش دوامدار شده و دوای خانگیش هم هیچ فایده نکده بخشش. او تو که هست گلخانه بگوییم که هر رقم میشه یک کرد کلینیک بشه دکتر ببریش، مگم از گپ گلخان کنه و بره. اتمنی میره، چرا که آل خودش هم فهمیده که ناجوریش زیاد شده و هر روز بدتر شده میره. از این که زیر دو سلاشه بشینیم بهتر است که یک چاره کنیم. خیطال نمیتم، بر گلخان زنگ میزنم و میگمش که بیای و خالی ما کلینیک ببره. ها خدا خیرت بده، ما که میبینم بابایم زیاف ناتوان شده و نسبت به سابق زیاف لاغرام شده. شکیبا مرام یک قسم به تشویش ساختی، براستی خالیم در کدام ناجوری کلان دو چار نشده باشه. مچم خدا کنه کاتر نباشه و زود جور شه. خوته دخترم، جگرم زیاف بخشت خون شد، بی سخم پای خود تو را بیخی او کده و یک مشتک ساختید. امام قوخت بند بودم و هیچ پرسانت آمده نتانستم. خدا کنه که در دل نگیری و مرا ببخشی. خالا بده خیر، ببینی این آمدی، خدا ببخشید، حال خوب هستم. اوه درست سیلکو، چشمتان که بود گشته، زخم پایتان که من میبینم چرک گرفته و بدتر شده. خدا با حالت رحم کنه دخترم که بیخی از گشتن نمونی. نی خالا بده، لال باز بخش پای ملم آورده، خدا میربان است که دمو بلکل جور شوه، تو تشویش نکو. خی نگفتی که چشمت چطور سوزو که بود گشته. ویش تالی که بد شد، با
باز از هر طرف خرابی میشه. درای راو افتیدم این چشم منتر شد. دخترم میگه دیدن خودش باور کردن است. درای راو که میفتادی خودش یا کدام جای دیگه توگار میشد. ای که تو در زبان چیزی نمیگی خود چشمت خودش گپ میزنه. چرا راست تا وقتی نمیگی؟ از چیزی که بدت میای باز در خانه سوز میکنه. ای باز از بده چی آمده؟ ای که ما در خانه سوز کردیم یا که آمدیم ای را بان غم قطعه بخو که زخم پاش بان واری پوندیده. امروز یا سبا بتر خواد شد. داره با پای قطعه غرض نیست. رایت بگی و برو عزیزه. ببین لال باز ای کاری که تو در حق قطعه میکنی کار خوب نیست. او عاقبت خوب نداره. ای زن مسکین چی کده که به این رقم درد بکشه؟ زیاد فوسانه نگو و کلمه را خراب نکو. از امون رای کامدی رو کده برای ما را در کار خودم آبان. لال باز خال آبده پرسان ما آمده باز میمان است که میمانی رقم رویه نکو که بد است. تو چه باش ما خوب میفهمم که بخش چی آمده. اگه نمی برای که باز من خودم دستش گرفته را بخشش نشان بتم. ببین لال باز عذر میکنم کلام زن است. باز به پیچه سفیدش بیبی از امو هیاکو چطور او را از خانه میکشی؟ تو نصیحت کردن ابان و زیاف گپ نزن که گفتم برای از خانه ام بره دگه. چهار طرفش هم خوبی. خیر است قطعی دخترم من میرم تو جگرخونی نکو. مگم بازم بخشت میگم لال باز ای که بخش قطعی دل بسوزان و غم زخم پاش بخو. ای واری زن کاریگر و مایر باز یافته نمیتانی گفته باشم که در روز بعد دستت میگیره و کتت شانه میده. آه در مهارتش خویه چک ندارم. ایره خو از رشخن شدنم در پیش کلانهای قریه فامیدم که شکایت کده بود. تو با سرم و گفت استادستی؟ ما هیچ شکایت نکدیم و پیش کلانهای قریه نرفتیم. تو ناق دلت سرم پرست. تو چقدر دل کی نداشتی؟ باز از اصل گفت که خبر نبودی ناق یک مسکین به عذاب نساز و قدر ندیش. تو از کدام گفت میگی؟ همی که در شورا رشخند و خلخند شدم هر شکایت از ای که نبود خواهی از چی بود؟ چرا؟ بخش تو معلوم است یک برگ که مفته کل درخت شور میخوره. بازیام خو قریه است. سر هر کس که ظلم و خشونت شوه کل ولس خبر میشه. بازدپولوی از او کلانای دی و قریه مسئولیت دارن. هر عمل خرابی که از یک کس سر میزنه باید است که او را اصلاح کنن و در آسم بسازن. بس از دگه اوسانه بافی ربان اقا چغلی نکو الابت پشت ماره. دردت به قراری بخو. ما پرسان قطعی آمدیم کدام مدعا مقصد دیگه ندارم. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی شکیبا ظروف غذاخوری را میشست که خانم برادرش نرگس به آشپزخانه رفت ولی ظرفها شسته شده بود. شکیبا که خیلی متاثر بود اظهار پریشانی کرد که مریضی مادرش شکریه روز بر روز سخت شده می رود. سینه‌اش تخته شده از سرفه می کند. از طرف شب بدنش گرم بوده تب می داشته باشد. عرق می کند و خواب درست ندارد. نرگس از قول گلخان گفت هرگاه هر مریضی در آغاز تشخیص و علاج نشود عاقبت خوب نمی داشته باشد. از سوی دیگر غفار در بازار کراچی می چلاند. این که چه چیزی را در آن بار کرده است و در بازار با چه کسی روبرو می شود در دراما می شنویم.
اوه غفار، مانده نباشی. همیگم بیشکت هست و خیالم که بر خانه ماشین خیاطی خریدی. معلم سبراهیم مانده نباشی. نه نو نخریده، اما ماشین سابقه از برای جور کردن آورده بودمش. چرا؟ خراب شده بود، چی بلاک تا اینجا آوردی؟ آه خراب شده بود، دستیش بیخی پریده بود و از کار گرفتن نبود. ما هم امروز وقت غنیمت دیده پیش ماشین ساز آوردمش. دسته ماشین خود سر به خود نمیشکنه، حتما از کدام جای بلند افتیده یا که کدام چیز گرنگ سرش افتیده که شکسته. نه چیز گرنگ سرش نفتیده، ده بلندی ها میره نمیمانه. از بوده ما دسته ماشین از بیخ پریده. از بوده تو؟ چی دیگه چی رقمش هست؟ تو خود کدام پالوانم نیستی که کدیش پالوانی گرفته باشی؟ پالوان خو نیستم، مگم گفتی یگان تا که زود دماغ میسوزه و قار میشد. من خواهی جسر آخر گفت نرسیدم. یکی تو زود قار میشی برای من معلوم است، مگم خراب شدن ماشینه به قار شدن تو چی غرض است؟ یک روز خانه رفتم مچم چیگه بود، سر ایالم قار شدم و ماشین کت لغت زدم. اینال فامیدم این ماشین بیچارا مثل ایال دارید شکار قار و عصبانیت تو شده. او روز مچم بودی یا نه که ملا صاحب درباره خشونت کدی مردم گپ زد؟ آه بودم، گپای ملا صاحبم دانه دانه شنیدم. بسیار گپای خوب و به جای میزد. مرا گپای ملا صاحب بسیار خوشمه، خدا خیرش بده. ملا صاحب بسیار گپ خوب میزنه، چقدر واضح برای ما و شما تشریح کرد که دین مقدس اسلام درباره من خشونت علیه زنان و اطفال چقدر تاکید کرده. دقیق از گپه ملا صاحب درباره از این موضوع چند دانه حدیث و آیت گفت. ای خیر ببینی، ملا صاحب گفت که ما باید طبق قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با زنان خود رفتار خوب داشته باشیم تا که خداوند از ما راضی باشد. گپای ملا صاحب بسیار در دلم شست. یعنی که قدر میر محبت امرای زنا و خشونت نکدن مهم است که اگر رعایت شوه خداوند از ما خوشحال میشه. چی چیزی بهتر از خوشی خداوند برای بندش بوده میتونه؟ راست میگی، رضای خداوند جل جلاله از همه چیز کده مهم است. ما باید هیچ وقت کاری نکنیم که خلاف رضای خداوند جل جلاله باشه. اینال ایده بگو که گپای ملا صاحب سرت کدام تاثیر کرد، یعنی که هنوزم دلت است که سابق وارد زندگی پیش بری. تاثیر چطور نکرد؟ ما از این باید کوشش میکنم که خلق و خویم خوب کنم، قطع ایالم رفتار خوب کنم و دیگه دست بلد و کوبش نزنم. آفرین، این گپت مرا بسیار خوشحال ساخت. خدا برای توفیق بده که امرای ایالت زندگی خوش و خوب پیش ببری و سر گپای خورد ریزه قار نشی. نه دیگه توبه کردیم، از بودی امو از ایالم بخشش خواستم و آلی بخاطری که دلش به دست بیارم ماشین آوردم که جور کنم. بسیار کار نکردی، زندگی بدون صبر و گذشت کی پیش میره؟ هم مرد و هم زن باید در مقابل یکی دیگهش گذشت مهربانی داشته باشن. راست میگی، کلانا خوناق نگفتن که دنیا به خوشی خورده شده، اوقات تلخی و جنگ و دعوا هیچ عاقبت نداره و زندگی را تلخ میسازه. خودت خو میفهمی که از جنگ و دعوا هیچ کس خوشبخت و نیکبخت نشده، به غیر از این که در صد جنجال گرفتار شده و ملامتی کشیده. نه مواره، دیدی که چقدر سرگردان شدم، کم مانده بود که از قار و غضب زیاد ایال مزبین ببرم و خودمون بیچاره بسازم. وقت اوقات تلخی میکدم، امو دختره که من مسکین بسیار میترسید. خوب گپ فکرت شده، در این رقم حالات طفلا زیاد صدمه میبینن و میترسن. او وقت هر کاری که کدم از روی نافهمی بود، مگه مالی که دیدم خشونت چقدر کار بد است و به زندگی آدم تاوان میرسانه، گوشای ما گرفته توبه کردیم. او غافل، چقدر سلفه میکنی؟ بیخی خلق مرا تنگ ساختی، دخ دخ کده ماندی، نیشوه میبینی نیروزه، دیشوه مسیس تو تا صبح خبم نبرده، هر دقیقه از صدای سلفه تو بیدار میشدم، سر ما گنگ سو گیج ساختی. تک کتمه به عذاب استی، ما از این بابات میرم دادالیز خواه میکنم که گوش تو آرام باشه و شو تا صبح دست ما عذاب نشی. او غافل، من نگفتیمت که دادالیز خواه کن، میگم یک کرد بخی خوب سلفه کو، گلونه تا صاف کو، باز دیگه خوب خواه شدی. تو از دل گرمت گپ میزنی، ما توان سلفه عادی را دیگه ندارم. تو میگی ما کم سلفه کو،
باز کدام چیز خود در گلونم بند نمونده که ما کم سلفه کنم. او غافل، بیا از این نوده پایوند که شفتالو بگیره. توان سلفه را چطور نداری؟ از دست و پای خود نموندی؟ جور تیار استی؟ از دست و پای مانده بگیر. جور تیار چی؟ شیمه در دلم نیست. از دست سلفه زیاد داله بیخی قفز سینیم درد پیدا کده و سوخت میکنه. او غافل، نازده نگی ناق نکو. تو از که کجور میکنی؟ تا به کم سلفه را نداری؟ شیمیت کجا رفته؟ تو ناق سرم گپ میزنی. من در مقابل درد و مرض بسیار با حوصله هستم. در این قومر که تیر کردیم صد رقم ناجوری از سرم تیر شده. مگه مال بسیار ضعیف و ناتوان شده. دلم میشه که دست و پای ما دراز کنم یک گوشه بفتم. او غافل، چی فایده که صد رقم مریضی تیر کردی؟ باید کم رای علاجش یاد میگرفتی. زنها در سن سال تو صد رقم دوای خانگی را جور کرده میتانن، خود علاج میکنن. مگم تو؟ هیچ از کار نیست. تو به خدایا، همو گبراس است که میگن جان از جان جداست. بگو هرچی که ددانت راست میه. خدا سرم روز بد آورد. او غافل، چطور که اگر رقم قارت آمد و ایمه طلبرم گفتی؟ خود قار میشم. به جای از این که مرا دلداری بتی بدتر خنده و خیلی خندی میکنی. او غافل، از یکان زنهای در و همسایه پرسان میکدی. شاید تو ها کدام دواره برات میگفتن. کلشان با تجربه هستن و میفهمن. چیزی که من یاد دارم دیگرها ماموره میگن. فایده نداره. چی ناق گرد گرد بگردم و دروازی هر کدام تک تک کنم که برای درد من دوا بگوین. او غافل، تو بسیار کلشخ هستی. بی ازی که پرسان کنی میگه خودم عقل عالم هستم. کسی که راستی ناجور باشه خود دعا و آتش میزنه که دوای درد خود پیدا کنه. تو ناق سر زخم نمک پاش نتی. این ناجوری او رقم نیست که به دوای یونانی و شربت جور شوه. خدا میدانه که چی بلا در جانم جای گرفته. عاقبت بخیر. مولا صاحب، ما به شما خود دیدم که پای قطعه بیچاره چه رقم سوخته و از بس که غمش خورده نشده بیخی مکروب گرفته و زخمش عمیق شده. استغفر الله. خداوند جل جلاله لالباز بار آدم ها را که سر زنا ظلم میکنند در رای راست راهنمایی کنند. آمین. باز در پولوی ازی که قطعه کلینیک نبرده و غم پایش نخورده لد کوبشام کده بود. ما از چشم کبودش فهمیدم. زن بیچاره، حتما بعد از اینکه کلانای قری همراه لالباز گپ زدن ای بلا را سرش آورده. بخاطر که از اینجا لالباز بسیار به قار غضب برآمد. ما همه تو فکر میکنم بخاطر گپای ما قار شده و خانم خود لط کوب کده. شاید فکر کده باشه که او شکایت شده شورا کده. نه، او بیچاره کی میتونه که شکایت کنه. همیاله که ازش پرسان کدم کل گپ پت کد. گفت لالباز برای پای ملم آورده و کبودی چشممان بخاطر افتیدن است. برای لالباز جای شرم است که امرای یک زن که پردیش میکنه هنوزم برای کسی دان خدا واز نمیکنه این رقم رفتار میکنه. زن خدا خوبان، مرا که یک زن پیچه سفید دستم شیطان گفت و از خانه خود کشیدیم. کو هر قدر بلند باشه بازم در سر خود یک راه می داشته باشه. مگه می لالباز بیخی از حد تیر کده. احترام به بزرگان وظیفه هر انسان عاقل و بالغ است. ای که لالباز امرای خودت رفتار بد کده، ما به جای از او از عذر می خواهم. تو هم به خاطر یک کار خیر رفته بودی و اجر ثوابت پیش الله جل جلاله او محفوظ است. لالباز خوب نکده که بی‌احترامی خودت کرده. مگه ما شما به خاطر عیالداریش باید گذشت کنیم و این کارش نادیده بگیریم. ما از کسی گله ندارم. دلم با قطعه می سوزه. ای که اگه زود غمش خورده نشه شاید کمی زخم از بین ببریش. زخمش بسیار چرک کده و خراب شده. کل ملامتی در گردن ماست. اگه ما اشتباه نمی کدیم آل شاید ای خوار ما را لالباز لطکوب نمی کد و مشکلاتش زیاد نمی شد. چرا ملاسه؟
او خدا نکنه که خودتو خلیفه سمندر اشتباه کرده باشین. ای چی میگی؟ ملا صاحب، ما شما کدام نیت بد نداشتیم. میخواستیم که خوار ما را از ظلمی که سر شده نجات بدیم. ما چی بفهمیم که سر لالباد بد میخوره و گپ از بد بدتر میشه؟ مشکل همیست که نمیفهمیدیم چی رقم میان جگری کنیم که خشونت کم بسازه. ما خودتو دیگه دیست پیدا دائم وقتی که یک مشکل پیش میه پای خود پیش میمانیم و مانی از ظلم ده حق مردم میشیم. ای دیگه نباید سر کس بد بخوره. راست میگی، ما خوب خیر صلاح خود مردم کار میکنیم، باید که از ما خوش باشن. گپای هر دوی تان بجای است. مگم اشتباه ما همی بود که لالباز باید ده پیش کلانای قریه نمیخواستیم. ما به تنهایی باید امرایش گپ میزدم. ای که مشکل خانوادگی لالباز پیش چند نفر یاد کردیم سرش بد خورد. ما میگه پا قبول دارم ملاسر، مگه مال گذشته را صلوات بگوییم و یک راه و چاره پیدا کنیم که زودتر لالباز اجازه بده که غوطه کلینیک بره و زخمش تداوی کنه. خوارم راست میگه، وضعیت عیال لالباز خوب نیست. ما باید هرچی زودتر یک راهی را پیدا کنیم که لالباز از لج و زد خود تیر شوه. ما به امید رب العزت جل علا شانهو کوشش میکنم که لالباز ببینم و به تنهایی امرایش یک رقم گپ بزنم که قار نشوه و قناعت کنه. آه بسیار خوب گپ زدی، خودت به رقم گپ میفهمی. بازم اگر کدام امر خدمتی به ما باشه بگو، حاضر هستیم. خلیفه سمندر راست میگه، هر کمکی که از دست ما ساخته باشه دریغ نمی کنیم. خداوند جل جلاله شما را اجر و ثواب عظیم نصیب کنه که دایم ده کارهایی که به خیر و صلاح مردم است پیش قدم میشه. ما یک بار امرای لالباز گپ بزنم، باز اگه قبول نکد رای دیگر پیدا خواد کردیم.